همکارم فرزانه بصرپور برای گفتگو بیشتر در مورد با ما در استودیو همراه شده. فرزانه، واکنش رسانه‌های داخلی به تغییر فرماندهی نیروی انتظامی چه بوده و از نگاه تحلیلگران هدف خامنه‌ای از انتصاب رادان در شرایط کنونی چه است؟ خب روزنامه فرهیختگان نوشته بود که در این برهه حساس کنونی که در یکی از حساس ترین اونها هستیم این تغییر معنا داره. حسین اشتری فرمانده سابق سال 93 با سلام و صلوات اومد، مراسم معارفه براش برگزار شد، ولی الان که مغضوب علی خامنه ای شده بی سر و صدا رفت و الان روزنامه ها هیچ اشاره به تودیع حسین اشتری نکردن. یه سکوت معناداری رو در رسانه ها میبینیم در خصوص برکناری حسین اشتری و صرفا راجع به جایگزینی احمد رضا رادان گفتند و نوشتند. اینکه پیش بینی شده بود، ایران اینترنشنال هم پیش بینی کرده بود برکناری حسین اشتری رو به خاطر اختلاف نظرهایی که با علی خامنه‌ای بر سر برخورد با معترضان داره و انتقاداتی که به او کرده شاید به لحاظ سیاست گذاری، و به نظر میاد که الان خامنه‌ای دنبال یک سرباز مطیع و وفادار بوده در فرماندهی نیروی انتظامی که نگرانی از ریزش بیشتر نیروهاش هم میره. اینه که انتخاب رادان از این جهت میتونه معنادار باشه، به خاطر اینکه رادان یک زمانی در تلویزیون مصاحبه‌ای کرده بود و گفته بود که تا وقتی زنده باشم اجازه عبور از خط قرمزها رو نمیدم و من و خانواده‌ام آمادگی این رو داریم، چون هر کاری میکنیم برای حمایت از ولی زمانه. این وفاداری به شخص علی خامنه‌ای در رادان میتونه دلیلی باشه که او رو همیشه در منصب‌های خاص و امنیتی میبینیم. رادان سالهای 85 تا 93 فرماندهی پلیس تهران رو در دست داشت و طرحی رو با عنوان طرح امنیت، ارتقای امنیت اخلاقی که در واقع پیشینه همین گشت ارشاد فعلی بود راه اندازی کرد و دنبال برخورد با بدحجاب ها بود، با شهروندان به ویژه زنان و دختران برخورد داشت. و الان روزنامه ها واکنش هاشون به موضوع انتخاب رادان از این جهت جالبه که مثلا روزنامه همیهن پرسیده که آیا ما با رادان دیگری مواجه خواهیم بود، چون رادانی که از قبل میشناسیم یک رادانیه که اولا در سرکوب های 88 نقش فعالی داشت، در ماجرای کهری ریزک در مورد نقش او صحبت میشه، همینطور در خصوص برخورد با زنان و دختران که حتی به چکمه های بلند دخترها در خیابان در زمان او گیر داده میشد یا به مانتوهای چسبان، و از اون زمان او گشت ارشاد شروع شده بود. حالا آیا با رادان دیگری مواجه خواهیم بود که بتونه ترمیم کنه این شکاف بین مردم و نیروی انتظامی رو و فرماندهی نیروی سوم رو بر عهده بگیره، تعبیری که روزنامه هم‌میهن به کار برده و از این باب این رو گفته که مثلا فرماندهی نیروی سوم اگر ما اعتراضات رو بین در واقع شکاف رو بین مردم و معترضان ببینیم، آیا نیروی انتظامی میتواند بی‌طرفیش رو در شکاف بین مردم و حکومت حفظ کنه و فرماندهی نیروی سوم رو به نوعی رادان بر عهده بگیره یا اما پاسخ که روزنامه اعتماد میده به این پرسش جالبه. روزنامه اعتماد میگه نه، این رادان همونیه که بی‌تعارف بود نسبت به برخورد با بدحجاب ها، نسبت به برخورد با فتنه‌گران، و این رادان همونیه که به صراحت میگفت من تعارف ندارم برای عبور از خط قرمز، در مقابل عبور از خط قرمزها خواهم ایستاد و با کسی تعارف ندارم و هیچ کس نمیتونه امنیت اخلاقی رو تعطیل کنه. این همین رادانه و به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای هم انتخابش برای اینه که همچنان نمیخواد عقب نشینی کنه و انتخاب رادان رو. بله، بسیار متشکرم.